مرکز طالبی گزارش‌نگار روابط بین‌الملل از ترکیه همراه میشیم. آقای طالبی، الان چرا آمریکا تصمیم به حمله به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه اون هم در این مقطع زمانی گرفته؟ ببینید، امروز چهارشنبه خب قرار هست امریکا پاسخش رو در مورد مذاکرات برجام اعلام بکنه، اما آنچه که دیده میشه در سوریه مسائلی پیش اومده که مانیتور بکنه آمریکا رو، ارتش آمریکا رو، به این نحو که امریکا علارغم اینکه اگر برجام رو قبول بکنه، امضا بکنه، با فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه مقابله خواهد شد. به نظر من این فعالیت‌ها به نوعی الان در این حوزه زمانی بولد شده، چون چند روز پیش همچنین در 15 اوت حمله ای رو صورت دادن نیروهای سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی و حتی به پایگاه اتنف و حتی در حسکه هم اینها درگیری های با همدیگه داشتن. ولی در این روزهای اخیر آنچه که آقای کوریلا هم اعلام کرده بر اساس ماده 2 که اختیارات رو به رئیس جمهور داده و رئیس جمهور با دستور ویژه خودش گفته که این اقدامات انجام بشه، یک برای این هست که متحدان خودش به ویژه اسرائیل رو مطمئن بکنه که ما با سپاه و همچنین مسائل فرابرجامی ایران مقابله خواهیم کرد، و دو به ایران هم نشون بده که اگر برجام هم صورت گیره، ما با شما در سوریه اختلافاتمون رو به صورت نظامی در همین حد میتونیم حل بکنیم. من فکر نمی‌کنم تأثیری بر روی مذاکرات گذاشته بشه، فقط این مسئله به صورت این هست که امریکا رو نشون بده که با برنامه‌های جاه‌طلبانه ایران در منطقه میتونه علارغم برجام مبارزه بکنه. آقای طالبی، آیا این اتفاقات رو به طور کلی باید مقدمه ای الان بر درگیری های جدید نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی و آمریکا در سوریه بدونیم؟ ببینید، مسئله سوریه بسیار پیچیده است. در این روزهای اخیر اتفاقی که میفته این هست که ترکیه داره به اسد نزدیکتر میشه و حتی نیروهای روسی در برخی مناطق مثل خود اتنب شروع کردن به بمباران نیروهای شبه نظامی مثل جبهه النصره، و این مسئله که الان در سوریه اتفاق میفته درگیری ها رو بیشتر میکنه یا نه، به نظر من بیشتر خواهد کرد، علارغم قرار گرفتن ترکیه و روسیه در آینده نزدیک در کنار هم و نزدیک شدن به اسد. ما شاهد این خواهیم بود که ضعف ایران در منطقه و همچنین در سوریه خواهد بود و نیروهای آمریکایی شاید با کمک شبه نظامیان بتونن که در مقابل نیروهای اسد مقابله بکنن.